با سلام خدمت دوستان عزیز و ممنون از اینکه این گفتگو رو میبینید. گفتگوی امشب من در یک فضای متفاوتی در کتاب فروشی، کتاب خونه و آرت کافه آبی در شهر شیراز برگزار میشه با دوست عزیزم دکتر حسین. مرسی از لطفت. دکور رو عوض کردیم، گفتیم که شاید یکمی تنوع باشه برای دوستان. با دکتر محمودی عزیز صحبت میکنم، دکتر حسین محمودی عزیز، در مورد اینکه در مورد اخلاق تکاملی، اینکه آیا تکامل به عنوان یک نظریه‌ای که در وجود داشته و اولین بار توی حوزه جانورشناسی و بیولوژی مطرح شده، آیا در حوزه اخلاق هم تأثیر داشته یا نه؟ سعی می‌کنم که دکتر حسین محمودی رو در خدمتشون باشم و سلام بر شما. سلام، من تصویرتون ندارم آقای دکتر. میخوای یه بار خارج شم دوباره وارد شم؟ بذارید من دوباره شما رو اد کنم. گفتگویمون در مورد اخلاق تکاملی هست. شاید یکی از حساس در این حوزه هایی که در حوزه اخلاق وجود داره اخلاق تکاملی. سلام آیده. سلام و درود بر شما. خوبی؟ مخلصم قربان. بذارید من کامنت ها رو ببندم و خیلی ممنونم که دوباره در خدمتون هستم. یکم اگه دوربینتون بگردید که کامل ببینمتون. بله، عالی. داشتم به دوستان میگفتم که این شاید یکی از حساس ترین حوزه های گفتگو در مورد نظریه تکامل هست. اینکه آیا یک نظریه‌ای که در حوزه بیولوژی و در حوزه جانورشناسی مطرح شده آیا میتونه نگاه ما رو نسبت به اخلاق تغییر بده و ما به گونه دیگری نسبت به اخلاق غالبا در حوزه دیگری در مورد صحبت میشده، در حوزه فلسفه و دین در مورد صحبت میشده، آیا میتونه نگاه ما رو به اخلاق عوض بکنه و آیا این رابطه معناداری بین نظریه تکامل و نگاه ما به اخلاق وجود داره؟ بله، با سلام و سپاس از لطف شما. در مورد پرسشتون، بله، یعنی در حقیقت یک نگاه جدیدی رو که ارائه میدهد، یعنی یک دریچه جدیدی برای نگاه به دیگر پدیده ها به دست میدهد و معمولا هم چون این شوقی یا انگیزهی وجود داره. یعنی یان باربور تو اون کتاب علم الدین میگه وقتی که یه نظریه علمی با توفیق علمی مواجه میشه، معمولا این انگیزه رو در به هر حال متخصصین حوزه های دیگر و اینها به وجود میاره که تأمین بدن به دیگر حوزه ها. اما خب اینجا نقد داستان نیست، یعنی داستان تمام نمیشود. ما بایستی ببینیم این تأمین تا چقدر موجه بوده است، چون میتونه شکل موجهی داشته باشه، تأمین میتونه ناموجه باشه. یعنی این که حالا مثلا توی کوانتوم، مثلا فیزیک کوانتوم رو ما مثلا بیایم رفت به عرفان بدیم یا تکامل رو رفت به مولانا بدیم، ما کاری به انگیزه ها نداریم، انگیزه ای طرف، چون اون گونه دچار مغالطه خلط انگیزه و انگیخته میشن دیگه. ما بایستی اون دستاورد رو مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم تا چقدر موجهه. در بسیاری از موارد، مثلا این دو موردی که گفتم، به نظر میرسه که توجیه عقلانی مناسبی ارائه نمیشه. اما در مورد اخلاق تکاملی بایستی، فکر میکنم بحثی که به نظر میرسه که امشب باید بهش بپردازیم، ببینیم این تعمیم نظریه تکامل و اخلاق. حالا یه اشاره خیلی مختصری به روند تاریخی این اتفاق هم خواهیم کرد، چه کسانی این ایده رو مطرح کردن و با این نگاه چه نگاهی اساساً به تاریخ بشر داشتن و تا چه حد موجه بوده، یعنی چه نقدهایی بهش وارد هست و نیست. من اگه بخوام در همین ابتدا
در حقیقت فهرست مطالبی رو که میخوام خدمت شما و دوستان بگم عنوان کنم، در مقدمه بحث اول میگم که چه نگاه‌هایی به اخلاق وجود داره و یعنی در چه زمینه‌های موضوعات اخلاقی بررسی میشن و بنابراین سه مدل اخلاق تکاملی که وجود داره رو توضیح میدم، چون سه مدل هستش. و بعد از توضیح دادن، حالا تا حدی هم به نقدش و اینکه تا چه حد اینها میتواند موجه باشد خواهیم پرداخت. حالا در میانه بحث هم شما کمک بکنید و به پیشبرد بحث، چون خودتون متخصص تر از من هستید، اختیار دارید هر جا اشتباه گفتم اصلاح کنید، هر جا لازم بود شما برای تکمیل، به هر حال دو طرفه باشه خیلی بهتر. الان چیزی که خیلی مطرح هست این هست که غالبا سعی میکنن که تکامل رو در حوزه علم و مخصوصا علم زیست شناسی نگه دارن و فکر میکنن که حتی اگر که نظریه قابل قبولی هم باشد در حوزه علم زیست شناسی پاسخ بود، ولی یه عده دیگه میگن که نظریه تکامل جز نظریاتی هست که به جهات مختلفی قابل تعمیمه، یعنی خاصیتی داره که به روانشناسی، جامعه شناسی، زیبایی شناسی، جهات دیگری قابل تعمیم هست. و فکر کنم ما الان امشب بحثمون در باب همین تعمیم هست که آیا نظر تکامل رو میتونیم به اخلاق هم تعمیم بدیم و این تعمیم منطقیه و چگونه. دقیقا. خب ببینید، به سه معنا این تعمیم اتفاق میفته. این سه معنا هم کجا اتفاق میفته؟ اون سه زمینه‌ای که مباحث اخلاقی درش مطرح میشه. خب من به اختصار اینا رو باید بیان کنم. اولین زمینه ای که ما وقتی میگیم اخلاق، در حقیقت اخلاق توصیفی منظورمونه. تو اخلاق توصیفی یا دسکریپتیو اتیکس ما از این بحث میکنیم که انسان ها طبق چه اصول اخلاقی عمل یا زندگی میکنند، چه چیزهایی رو ناشایست، چه چیزهایی رو شایست میداند. نگاه داوری نداریم، داریم توصیف میکنیم. مثلا میگیم توی جغرافیای خاص امکان داره یه چیزهای شایست باشه، یه چیزهای ناشایست، در جغرافیای دیگر عکسش، یا توی دوره زمانی یه چیزهای شایست و بالعکس در دوره زمانی دیگری متفاوت باشه. مثلا توصیف میکنیم که مثلا در مصر باستان در حقیقت ازدواج با خویشاوندان، ازدواج، حالا اون چیزی که توی ادبیات به هر حال ادیان که میخوان چیزش کنن منعش کنن میگن که زنای با مهاره، این خود عمل چون ناشایستی نبود، اتفاقا شایست و قابل تو توصیه بود، اما تو مصر امروز هیچگاه چون چیزی شما نخواهید دید. بنابراین توصیف میکنیم تو مراحل مختلف تاریخی یا جغرافیایی چه اتفاقاتی افتاد. اخلاق هنجاری یا نورماتیو اتیکس یا اخلاق تجویزی یا اخلاق توصیه‌ای، همون چیزی که در وقتی که صحبت از اخلاق میشه اولین چیزی است که به ذهن مخاطب متبادر میشه، این که بایدها و نبایدها، یعنی چه اصول رفتاری انسان‌ها بایستی بر اساسش عمل بکنند، چه قواعدی رو باید بر اخلاق حاکمه باید در حال از اونها پیروی بکنند، کار درست چیه، مثلا دروغگویی بده، نمیدونم آدم کشی بده، چه چیزهایی، چه فضیلتهایی وجود داره، چه رذیلتهایی وجود داره و غیره. این مجموعه در حقیقت اخلاق نورماتیو است. و سومین زمینه فرا اخلاق یا متا اتیکس هست یا اخلاق تحلیلی، که به تحلیل مفهوم خوب، خوب چیه، خوب یعنی چی، بد یعنی چی اساسا، و اینا در حقیقت از کجا میاد، ما از کجا میفهمیم که مثلا چجوری باید پی ببریم که خوبی چیست، که بیشتر حوزه فلسفه اخلاق به این متاتیکس میپردازه. متناظر با هر سه زمینه ما اخلاق تکاملی داریم، یعنی ما اخلاق تکاملی توصیفی داریم که توصیف میکند که انسان ها چگونه دارای ویژگی های یا صفت های اخلاقی شدند و چگونه به یک سری مبادی اخلاقی معتقد شدند، و در مقام توصیف این حرف رو میزن. اخلاق دوم، اخلاق تکاملی هنجاری داریم که اینجا میخواد بیاد از قواعد نظریه تکامل یا از آنچه که در توضیح داده می شود در باب زیست شناسی
قواعد اخلاقی استخراج بکنه و دستورالعمل‌های اخلاقی بده، بگه این چون این گونه عمل کنید ای انسان‌ها، چون نظریه اخلاق به شما چنین میگوید، یعنی میتونیم ازش دستور بکشیم. و سوم فرا اخلاق هست که آیا تعریف خود نیکی یا خوبی رو ما میتوانیم از تکامل در بیاریم که چه چیزی مفهوم خوب بوده، مفهوم بد بوده، شایست و ناشایست بوده است یا نه. بنابراین ما سه جور تو هر سه زمینه البته خب دستبندی های دیگری هم برای اخلاق وجود داره، مثل اخلاق کاربردی که مثلا به موضوعات اخلاق پزشکی میپردازه، به مثلا بهکشی یا بهمرگی میپردازه و چیزهای دیگر که اون البته اون هم شاید بتونه مرتبط باشه به نوعی، ولی تقدم یعنی این سه بحث دیگری که امروز گفتم تقدم بیشتری داره بر اون موضوع و بنابراین من به اون دیگه نمیپردازم، به همین اخلاق کاربردی نمیپردازم، به همین سه زمینه اصلی اشاره. من در همین ابتدا یه نکته خیلی مهم رو بایستی متذکر بشم که ارتباط منطقی بین این سه تا زمینه وجود نداره. یعنی یک نفر میتونه از مثلا اخلاق توصیفی تکاملی حمایت بکنه، قبولش داشته باشه، ولی اخلاق تکاملی تجبیزی یا هنجاری رو رد بکنه، بگه در این حوزه من معتقد نیستم که میتوانیم اخلاق تکاملی داشته باشیم. همینطور در بحث فرا اخلاق تکاملی. بنابراین لزوماً اینها همپوشانی منطقی ندارن که اعتقاد به یکی التزام منطقی داشته باشه ما به اون باورهای دیگه هم اعتقاد داشته باشیم، چنان که حالا در ادامه بحث خواهیم گفت. خب حالا وارد بحث خود یکی یکی من توضیح میدم. اول اخلاق تکاملی توصیفی. اخلاق تکاملی توصیفی، ببینید همونطوری که خود نظریه تکامل گفته میشود که بدن ما، فیزیولوژی ما، اون چیزی بدنی که ما صاحبش هستیم محصول یک فرایند تکاملیه، یعنی یه باره به وجود نیامده، محصول یه فرایندی بوده است و این داستان میاد تو مثلا روانشناسی تعمیم پیدا میکنه و میگه روان ما هم، خصائل روانی ما هم انگار محصول یه فرایندی بوده است. و حتی تو بحث بسیار مهمی به نام معرفت شناسی اخلاقی که ما حتی سیستم عقلانی ما، سیستم معرفتی شناختی ما نسبت به عالم خارج هم محصول فرآیند تکاملی بوده است. یعنی ما به این دلیل که به دنبال ذهن ما، مغز ما به دنبال صدق و کذب بوده است ما و این برش اهمیت داشته، این مزیت رقابتی برای ما بوده و منجر به بقای ما بوده. و اونایی که براشون نبوده، اونایی که بین مثلا وهمشون، خیالشون و واقعیت خیلی ذهنشون نمیتوانسته تمیز قائل بشه، خب نتونستن رقابت کنن و منقرض شدن. ماها که موندیم چون اینجوری بودیم. و بنابراین این خیلی خیلی بحث مهمیه و اتفاقا جالبه که همینجا بگیم من به نظرم اخلاق تکامل، اخلاق توصیفی تکاملی قابل فروکاستن هست به دو بحث مبنایی دیگر، روانشناسی تکاملی و معرفت شناسی تکاملی. یعنی این بحث روی اون دوتا سوار میشه و اگه اون دوتا اثبات بشه، قابل قبول، حداقل نگیم اثبات، اگه توجیه قابل قبولی پیدا کنه، اخلاق تکاملی هم به تبعش این توجیه و مقبولیت رو خواهد یافت. و بنابراین اون مباحثی که شما در گذشته داشتید با دوستان دیگر در باب روانشناسی تکاملی، اینا در حقیقت مکمل و کمک کننده این بس هم همینطور بس زیباشناسیتون که اونو دیگه من دخالت نمی کنم، خودتون هر جای بس لازم بود ورود بکنید و مطالب رو بگید. خب ادعای اخلاق توصیفی تکاملی هم این است که فضیلت ها و رذیلت ها، کلن مجموعه اون احکام اخلاقی، قواعد اخلاقی هم محصول فرایند تکاملیه که به ما رسیده و در حقیقت میراث تکاملی ماست و تحت تاثیر ساختار فیزیولوژیک ماست. یعنی از فیزیولوژی ما بر مبنای اون هست اساسا سوار شده و غیره. این دیدگاه از خود داروین شروع شده، یعنی داروین فقط زیستشناسی اخلاقی رو مطرح، زیستشناسی تکاملی رو مطرح نکرد. توی همون کتاب منشأ انسان
یا نسب انسان، اونجا سعی میکنه که اتفاقا وارد این بحث بشه و بحث داروین هم اتفاقا همین اخلاق توصیفی است و سعی میکنه توضیح بده در دو مرحله که بگه که انسان ها در حقیقت این اخلاقیات ریشه در یه فرایند تکاملی داره. برای نمونه ما مثلا در آمیب ها که خود تولید مثل میکنن هیچ اتفاق خاصی نمیفته، توجهی وجود نداره به نسل های به وجود اومده. همینطور میرسیم تا قورباغه ها. قورباغه ها به جهت مثلا تعداد زیاد تولید مثلشون ما پدیده‌ای به نام مراقبت نمیبینیم دیگه، تولید مثل میکنه به تعداد کثیر، بعدن هم لزومی نداره دنبالشون کنه، غذا بده پیگیری کنه. اما به تدریج که میرسیم مثلا سراغ پرندگان میبینیم که به خاطر تعداد محدودتر و یا دشمنهای بیشتری که داشتن، اونهایی که غریزه مراقبت مادرانه داشتن که مثلا روی تخم ها نشستند، حمایت کردند، غذا رسانی به جوجه ها کردند، یه مراقبتی تا زمان پرواز یاد گرفتنشون داشتند، اینا تونستند به بقا دست پیدا کنند و احتمالاً اونایی که نداشتن منقرض شدن. این داستان که ادامه پیدا میکنه و میرسه به مثلا کلونی های مثل کلونی مورچه ها، ما پدیده های عجیب غریبی شبیه به انسانی میبینیم که پدیده های اخلاقی میتوانیم نام بنهیم، مثل تقسیم کار، مثل تقسیم غذا، شاید بشه گفت تقسیم اطلاعات، و حتی در مثلا کلونی زنبورها ما فداکاری زنبورهای کارگر رو داریم که جان خودشون رو فدای بقای جمع میکنند. و اینا همه پروسه های در حقیقت این ویژگی های اخلاقی هست که در موجودات دیگر شاهد میشود، مشاهده میشود، و بنابراین این نظریه رو میتونه تایید بکنه. تا جایی که میرسیم به داستان، یعنی نزدیکتر میشه و مثلا ما میمون ها رو میبینیم، میمون های کاپوچینی که چند وقت پیش شما استوریشو گذاشته بودید، خیلی جالب بود. اونو میخواید حالا خودتون بگید یا من بگم؟ اون داستان موضوع خیار، میخواید یه اشاره بکنید چی بود داستان؟ این که در واقع به طرف خیار، به هر دوشون خیار میدن، خیار رو میخورن، ولی وقتی به یکیشون ما به ازای کاری که انجام میده مشابه کار دیگری انگور میدن، اونی که خیار دریافت کرده اعتراض میکنه بعد مدتی و اون خیار رو با اینکه میتونه بخوره دور میندازه و حس بی‌عدالتی مثلا بهش دست میده. و جالب اینجاست که امتداد این داستانه این هست که وقتی این دوتا میمون با هم خیشاوند هستن و میارنشون تو قفس میذارنشون، اون میمونی که انگور گرفته یه بخشی از انگور خودشو به اون کسی که خیار گرفته میده. یعنی این حس، این شاید اسمشو تو مورد انسانی میذاریم مثلا عذاب وجدان یا فداکاری یا یه چیزی بین این، بالاخره یه فعل انفعالی هست که میتونه خودش انگور رو بخوره ولی نمیخوره و میده به اون میمونی درست. که در واقع بهش ظلم شده یا بی‌عدالتی شده. دقیقا ببینید اینجا یه اتفاق خیلی مهم میفته، یعنی که فرق میکنه با آنچه در مورد زنبورها و مورچه ها و اینها گفتیم. اونا هم اخلاقیاتی داشتن، به حس اخلاقی رو میتوان به اونها نسبت داد بابت تقسیم غذا. اونجایی هم که این میمونه میاد انگورش رو تقسیم میکنه، شاید خیلی فرقی با مورچه هایی که تقسیم میکنن نداره یا زنبورها، اما اون میمونی که وقتی که بهش خیار میدن با خشم مواجه میشه، این یه اتفاق خیلی خاصیه، برای اینکه داوری اخلاقی اینجا اتفاق میفته. یعنی فقط حس اخلاقی نیست، داوری اخلاقی است که من مورد ظلم واقع شدم، من مورد بی‌عدالتی واقع شدم. و این یه پدیده نوینی است، یه پدیده متفاوتی است که در کمتر موجودات دیده میشد و همینه که در حقیقت میرسه به انسان و حالا پخته تر و کمالی یافته ترش اتفاق میفته. و بنابراین حالا اینو بنابراین هر کسی هم، هر کودک آموزش نیافته ای هم در همون سن اینو میفهمه. یعنی اگه شما به دو کودک مثلا یک ساله حالا یا دو ساله دو قلو، به یکیشون مثلا بستنی بدید، به یکی مثلا همون خیار رو بدید، احتمالاً میتونید تجربه کنید که ناراحتی اون رو ببینید، با اینکه هنوز واژه عدالت، مفهوم عدالت برای اون توضیح داده نشده. برابر این میتونه بشه، میشه گفت این غریزه داوری هم یه غریزه است که ما توی فرایند تکاملی تکامل یافته و به ما رسیده است. و اینها همه این ویژگی‌ها، حس‌های اخلاقی،
یا داوری های اخلاقی چیزهایی است که اون مزیت در تنازع بقا رو توی سیستم اجتماعی داشته. یعنی در ادامه اون انتخاب طبیعی وقتی اجتماع شکل میگیره، موجودات که اجتماعی زندگی میکنن، پدیده‌ای به نام انتخاب اجتماعی به وجود میاد که این انتخاب اجتماعی در حقیقت کمک کنندش، حامیش و پشتوانش اون غریزه های اخلاقی یا حس های اخلاقی هستش. و ایناست که در حقیقت اخلاقیات رو شکل میده. اینجا من یه گیومه بگم که همینجا اگه در مورد صحبت کنیم خوبه که تکلیفش معلوم کنیم. همین احساساتی رو که به نظر میاد در ما وجود داره و انقدر نهادینه هست، مثل عدالت خواهی که یکی از واقعا ستونهای اخلاق هست و همیشه در برابر این صحبت شده، برابری و عدالت، در واقع یک گروهی اعتقاد دارن که این فطری است یا نهادینه شده از طرف مثلا وقتی روح ما در ما حلول کرده، این از آسمان در واقع این اومده و ما فطرتمون این هست که عدالت خواه باشیم. ولی در تکامل ما داریم میگیم که این یک مزیت رقابتی بوده که ما چون تو جامعه میخواستیم زندگی کنیم و زندگی در جمع احتمالا به ما امکان بقای بیشتری میداده، ما این رو درش در واقع این به عنوان مزیت رقابتی اینجا اتفاق افتاده. و اینکه در حیوانا هم اتفاق میفته که الان تو همون میمونا داریم اینو میبینیم که اتفاق تو زاغیا هم هست، تو دلفینا هم هست، تو سگا هم هست، تو خیلی از پستانداران که هم جمعی بیشتر زندگی میکنن هم هوش بالاتری دارن این دیده میشه. این داستان این زمینی و آسمانی بودن این اخلاقه رو اینجا میشه یکم باز کنی؟ ببینید همینه داستان دیگه. یعنی در حقیقت همونطوری که به لحاظ فیزیولوژی تکامل یکم شوک وارد کرد به این اسطوره های دینی، چون مثلا اگر قرار بود که خداوند توی اسطوره های به هر حال توراتی انسان را به شکل خیش آفرید، یعنی حتی شمایل و شکل انسانی متفاوت بود و تافته جدا بافته بود و اشرف مخلوقات بود و اینجور داستان ها، ولی وقتی که ببینید حتی اگه کسی نظریه تکامل رو قبول نکنه، دانستن یه فکت، این که دیگه فکت نمیشه اینو که انکار کرد، ما بیش از 98% ژنوم با شامپانزه ها مشترکیم و ژنوم مشترک با برنج داریم، با لوبیا داریم، در حقیقت این اون تصوری که من تافته جدا بافته هم رو در حقیقت نه تنها خدشه بلکه میزنه میذاره کنار دیگه. حالا و این توضیحاتی هم که الان ما دادیم در همین راستا بود، چون ناگهان وقتی که اخلاق بخواد فطرت ویژه انسان باشه فقط تو موجود انسانی ما باید ببینیمش، یا وقتی که حتی عده‌ای هستن حالا غیر از نگاه‌های دینی امکان داره، یعنی گروهی بر این باورن که مثلا اخلاق مخلوق موجودات انسانی است، یعنی انسان‌ها خلاقیت ذهنیشون بوده ولی اخلاق خودشون درست کرده، اخلاق توصیفی تکاملی اون نظریه رو هم میذاره کنار، میگه نه مخلوق ذهنیت انسان‌ها نیست، این محصول یه فرآیندی که از حیوانات شروع شده به تدریج در طی میلیاردها سال، میلیون‌ها سال البته. یعنی این یه نکته که معمولا تو نظریه تکاملی اگه غفلت کنیم ازش، یعنی میگیم چطوری یه دفعه اینجوری شد، نه هیچ وقت یه دفعه نشده، یک روند تدریجی بسیار طولانی بوده و ما یه دفعه داریم، ما داریم یک باره میبینیمش و به همین دلیل گاهی شگفت زده میشویم، ولی اگر اون طول زمان رو مد نظر قرار بدیم خیلی هم اتفاقا شگفت زده نخواهیم شد، زمان کافی برای این فرایند و رسیدن به این نتایج وجود داشته است. اینکه آغاز شدنش توی مورچه ها و زنبورها و میمونها و اینها نشان میدهد که به نظر میرسه که این انگار یه چیزی ویژه، یه دلیل حداقل ویژه موجودات انسانی نیست و ما با موجود در موجودات دیگر باها شریک و سهیم هستیم. و ضمن اینکه توضیحات بعدی که داده میشه همین رو داستان میکنه، مثلا ببینید توی مثلا نگاه های آسمانی یا ادیان اینا مثلا فقط گفته میشه سخت جنین خب مثلا غیر اخلاقیه، همجنسگرایی غیر اخلاقیه، یا مثلا ازدواج خویشاوندی و اینا، اما مثلا توی اخلاق توصیفی تکاملی یه توضیح خیلی بیشتری برای این وجود داره که میگه چرا تو دل تقریبا همه ادیان همه جای مختلف دنیا
و با وجود فرهنگ های گوناگون، البته خب استثناء ها وجود داشته، ولی به هر حال در اکثریت موارد چرا سخت جنین معمولا منع شده، همجنسگرایی معمولا منع شده، ازدواج، برای اینکه ازدواج خویشاوندی یه توله مثل غیر مفید قلم داد میشد، یا اصلا فعالیت های جنسی که به تولید مثل نمی انجامیده است، یا ما، یا چیزی مثل سخت جنین که مانع در حقیقت بنا بود، بقا بوده است، قاعدتا طبق اون غریزه بقا یه منعی باید درش وجود داشته باشه، یه مخالفتی باید درش وجود داشته باشه و اونو تبدیل به یک امر غیر اخلاقی بکنه برای همه. برای اینجا یک این هم توضیح میدهد، توصیف میکند این داستان رو که چرا اتفاق افتاده، هم میتونه یه دلیل بر مثلا قوت بیشتر این نحوه توصیف باشه که داره توضیح میده چرا چون این اتفاق میفته. خب توی که بعضی از مسائلی که در اخلاق تکاملی هست با اخلاقی که ادیان اون رو تبیین کردن اینا با هم منطبق هستن، ولی که منطبقه. این که داستان از اخلاق تکاملی شروع شده و این حوزه اخلاق از حوزه دین دو حوزه مختلف هستن که دین از حوزه اخلاق داره استفاده میکنه، میاره در درون خودش که به خودش هم یک مشروعیتی بده و در واقع اون حوزه رو داره تبیین میکنه. مثلا وقتی خودکشی غیر اخلاقیه برای اینکه بقای ما رو از بین میبره، یعنی اگه ژن خودخواهی بخوایم بهش نگاه بکنیم ما ماشین های بقایی هستیم که خودکشی مثلا غیر اخلاقیه، سخت جنین غیر اخلاقیه، ازدواج با محارم چون که ایجاد یک سری مشکلاتی میکنه و دیده شده که این مشکلات به وجود میاد اینا غیر اخلاقی هست، از اون طرف ازدواج امر حسنه هست که باید صورت بگیره، بچه دار شدن امر حسنه هست که اخلاقیه باید صورت بگیره، یا مثلا مهربانی با کودکان امر اخلاقی هست باید صورت بگیره، که اینها در واقع همه اینها امر خوب و بد اخلاقی غیر اخلاقی به این معنی هست که چگونه شما خوب تکثیر پیدا کنید، یعنی چطوری این ماشین بقا چطوری تکثیر پیدا کنه، و این دین هم به اینها یک مشروعیت بیشتری داده و رو هم دیگه منطبق شدن. بله تو خود بحث احکام، چون در حقیقت اون تو بستر همون دوره اینها شکل گرفته اند، همون دوره منظورم دوره کشاورزی است که حالا توضیح خواهم داد، توی خود احکام خیلی مشابهت ها و مطابقت های زیادی وجود داره. مثال های خوبی زدید شما هم، مثلا همین داستان اوتانازیا بهمرگی خیلی میبینیم مقاومت شدیدی در ادیان باهاش وجود داره و خیلی نمیتونن بپذیرنش، برای اینکه در حقیقت همون اون قاعده اصلی حفظ بقا گویا در درون این اخلاقیات نفوذ کرده و وجود داشته است. ببینید حتی مثلا انتقادایی که وارد میکنن، مثلا میگن اصل بقا مبتنی بر خودخواهیه، من باید جان خودم رو در درجه اول حفظ بکنم. چرا بعضی از موجودات پس مثلا یا انسان ها چرا فداکاری میکنن؟ پس چرا جان خودشو فدا میکنن؟ اصلا قربانی میشه، قربانی دیگری میشه. خب این هم اتفاقا توضیح داره تو این داستان که میگه وقتی که در حقیقت بقای ژن اولویت و ارجحیت داره بر بقای فرد من، و من برای مثلا غریبه که جانم رو فدا نمیکنم، من یا برای خانواده خودم، همگروهی همقبیلهی خودم که جان من بره که ژن من باقی بمونن، یا تو دل مثلا متنوع‌ترش یا پیشرفته‌ترش من برای مم خودم جانم فدا میکنم. یعنی اون مثلا خلبان ژاپنی که کامیکازی میکنه در حقیقت داره این کارو میکنه که مم سامورایی ژاپنی بماند و مم مثلا آمریکایی امپریالیست برود، یعنی داره در حقیقت برای بقای مم جان خودش رو قربانی میکنه، یا بقای ژن یا بقای من. بازم این تو گوهرش خودخواهیه، یعنی من ژن برتر میدونم خودم رو، مم برتر میدونم خودم رو و براش میجنگم و براش جانم رو به خطر میاندازم، و بنابراین همه اینها میتونه تو دل این داستان توضیح پیدا بکنه و روشن بشه. یعنی همون خودکشی اگر که برای خودکشی برای بقای یک گروهی باشد یا برای بقای ژن گروهی یا برای بقای مم گروهی باشد اخلاقی می شود، اسمش میشه اصلا شهید، اصلا قدیس میشه. ولی اگر که برای خود طرف باشه و خودش نخواد، فقط به خاطر اینکه عمر خودش رو نخواد زندگی بکنه، تبدیل میشه به خودکشی که تو تمام اینها به عنوان یک امر بد و غیر اخلاقی
دیده میشه، برای اینکه به نظر میاد که اون هدف، یعنی این دادن این جان خیلی آنچنان ارزشی شاید مثلا نداشته. و اینجا هست که اخلاقه میبینی که چقدر اخلاق با داستان این جنها با همدیگه چقدر با همدیگه منطبق هستن، در صورتی که خودکشی، یعنی اخلاق میتونست اینجوری باشه که خودکشی یه حق هست برای تو، یعنی تو میگی جون من و این جان من مالکیتش با تو هست و تو میتونی مالکیت یه چیزی رو داری، میتونی اینو بدی یا بگیری یا هر کاریش بکنی، ولی اصلا در هیچ کنم از ادیان اینجوری باهاش مواجهه نشده که این مال تو هست، گفتن این بدیعه ای در دست تو هست و امانتی در دست تو هست و تو حالت نگهداری کنه خیلی مال تو نیست، در صورتی که چیزهای دیگر رو گفتن خیلی مال تو هست. و این نشون میده که چقدر این داستان تکامل اینجا موثره. پس یه جاهای اینا رو هم منطبقن، جاهایی هم هست که با هم دیگه افتراق داشته باشن اینا. ببینید حالا اینو اجازه بدید در ادامه بحث من بگم، بهش اشاره بکنم در انتهای بحث، این تو جنبندی با اون تفاوتش با اخلاق و اینها، اخلاق دینی تعارضها رو یه جا گذاشتم که همه رو با هم بگم. من این توضیح سه حوزه رو پیش ببرم اگه اشکال نداره. من این حوزه اولش رو توضیح دادید. آره حوزه اول. یه دو تا نکته دیگه هم در بارش مونده که بگم. ببینید کتابی داره آقای دکتر پول زک به نام ملکول اخلاق، که اونجا در حقیقت خیلی تحقیق ویژه‌ای کرده در مورد ملکول یا هورمون اکسیتوسین و تأثیری که داره در، یعنی اون اسمش رو گذاشته اصلا هورمون عشق، هورمون محبت، که در انسان‌ها ترشح میکنه. و خلا جالبه، با یکی از دوستانش یک کار جالبی که کرده بود موقع ازدواجش، این هماهنگ کرده بود که از همه مهمان‌ها یا حالا تعداد زیادی از مهمان‌ها که موافقت کرده باشن قبل و بعد از بله گفتن عروس خانم آزمایش خون گرفته بشه، و آزمایش خونی که گرفتن دیدن بعد از اینکه مثلا عروس خانم بله گفت اکسیتوسین همه بالا رفته بود. و جالب اینجاست که آقا داماد برعکس، برای اینکه تستوسترونش بالا بوده این اکسیتوسین نتونسته بوده بالا بره، و اتفاقا آقا داماد احساس بی‌اعتمادی و یک کمی خشونت داشته، یک کم مثلا عصبی طور بوده. خب این نشون میده که همه اینها رو حتی میتوان توضیحات فنی علمی در حقیقت بیولوژیک داد، یعنی و همینه، واسه همینه که کسانی مثل ادوارد ویلسون که پدر زیست شناسی اجتماعی بهش میگن و یکی از طرفداران مهم اخلاق تکاملی هست، میگه که بایستی ما رفته رفته در حقیقت کار اخلاق و روانشناسی و اینها رو تحویل بدیم به زیست شناسا، یعنی زیست شناسا باید دیگه اینها رو ادامه دهنده این راه باشن و خلاصه خلعیت کنند خودشون رو. خب ببینید این داستان توی فرایند تاریخی، تحولات تاریخی بشر هم خیلی مهم و تأثیر گذاره. ببینید همونطوری که تو تکامل، نظر تکامل چی میگه؟ میگه وقتی شرایط زیستی عوض میشه، محیط زیست عوض میشه، اون وقت موجوداتی که تو اون محیط هستن بعض یا تناسب بیشتری پیدا میکنن با شرایط جدید و بنابراین امکان بقای بیشتری، مزیت رقابتی و امکان بقای پیدا میکنن، نسلشون بالاتر هست، بیشتر خودشون رو، یعنی اینجور نبوده که خدا مثلا خرس سفید و خرگوش سفید و مثلا گرگ سفید رو بذاره تو قطب، همینا رو سیاهشو بذاره توی مثلا جنگل های آمازون و غیره. اونا چون تو اون محیط تونستن بیشتر خودشون رو پنهان بکنن، امکان بقاشون رفته بالا و باقی ماندن. نسل‌های دیگری هم شاید خاکستری‌تر متولد می‌شدن اما منقرض می‌شدن، نمی‌تونستن بقا پیدا. خب حالا اخلاقیات این ربطش چیه؟ اخلاقیات هم همینطوره، یعنی وقتی که ما تو دوره شکار بود بشر، اون شرایط ایجاب یک جور ارزش‌های اخلاقی رو می‌کرد و بنابراین تو اون دوره ما می‌بینیم مثلا شجاعت، جنگاوری و خشونت، حتی خشونت یه ارزش میتونه محسوب بشه، شدت عمل داشتن، کینه حتی و حتی حرص، حرص و ولع ورزیدن تو دوره شکار چیز بوده. و اخلاقیات چون قبیله‌ای و گروهی بودن، گروه‌های 100 نفره بودند و اینها ماکسیمم، تقریبا اعمال جنسی بی‌ضابطه بوده است، یعنی ضابطه مندی که بعدها ایجاد شد رو در اونها ندیدیم. اما اخلاقیاتی البته داشتند که در حقیقت اون نسل که همیاری بکنند، همکاری بکنند،
اون نسل هایی که وحشی تر بودن و هیچ خودخواه تر بودن و همکاری نداشتن خب منقرض شدن، اخلاقی ترها باقی موندن. بعد که وارد دوره کشاورزی میشیم و نحوه معیشت انسان ها، زندگی انسان ها عوض میشه، ارزش های اخلاقی هم عوض میشه. البته اینا یه جوری نیست که مثلا بگیم پایان دوره، شروع دوره بعدی همه اون ارزش ها کنار، همه ارزش ها جد. کاملا در حقیقت این یک روند طیف‌گونه داره که به تدریج هنوز ارزش های دوره شکار مثلا توی ورزش ها ما امکان داره ببینیمش. به قول تیلور اینا میتونه، چارلز تیلور میگه اینا آموزه بقایاست و مثلا هنوز کشتی میگیرند، بوکس میکنن، اینا در حقیقت آموزه اون خشونتی است که انگار یه زمانی بشر بهش علاقه داشته و ارزش محسوب میشد. اما تو دوره کشاورزی به جای جنگاوری کار و تلاش زیاده که ارزش محسوب میشه. اتفاقا میانه روی، اتفاقا صلح دوستی و قناعت، به جای حرص قناعت می نشینه و نهاد خانواده ضابطه مند میشه و ارتباطات جنسی هم در حقیقت میاد توی دل یه ضابطه و ما شاهد در حقیقت بروز یک نوع در حقیقت اخلاقیات جدید تو این دوران هستیم. همین اتفاق، من اینا رو خیلی خلاصه مفید میگم، یعنی عبور میکنم ازش، اینا رو میشه خیلی تفصیل داد. اما وقتی ما وارد دوره صنعتی میشیم، ما مثلا دیگه ارزش باز با ارزش های جدید دیگه، مثل وفاداری برای سیستم، من برای کارمند یا کارگری سیستمم باید به اون سیستم وفادار باشم و هسته خانواده کوچکتر میشه و بعد چون مثلا دیگه کارها ماشینیزه شده و زنها میتونند کار بکنند، اینجا مثلا می‌بینیم ارزش مثلا تساوی زنان، مثلا تساوی زنان هم انگار با اقتضای شرایط جدید زیستی از زندگی ما بوده است و بنابراین ارزش‌های در حقیقت شرایط نوین، ارزش‌های نوینی رو، نوین اخلاقی رو میطلبه، مطالبه میکنه، نیازهای تازه اخلاقی به وجود میاد و بنابراین مفاهیم کهن مورد ارزیابی قرار میگیرن و مفاهیم نوین جایگزینشون میشن. دیگه الان مثلا تک همسری تبدیل به یک ارزش میشه، یا مثلا ارزش‌های مثل مثلا حق بهداشت، حق مسکن و اینها به وجود میاد که در نگاه کهن وجود نداشته. ببینید به همین دلیل مثلا تاریخ های کهن رو که ما میخوانیم، مثلا 1000 سال پیش، 2000 سال پیش، وقتی از جنگاوری یک نفر یا اینکه مثلا چندین همسر داشته تعریف میکنن، با افتخار تعریف میکنن، اصلا فکر میکنن چیز بدی دارن میگن. و ماها با در حقیقت معیارهای اخلاقی قرن 20 و 21 وقتی میشینیم میخونیم میگیم اه مثلا طرف چرا مثلا اینقدر تعدد زوجات داشته، چرا اینقدر مثلا، چرا مثلا جنگاوری چرا داشته. خب ببینید این برای که ما با عینک خودمون، ما با معیارهای خودمون داریم به داوری میشینیم. معیارهای اون دوران متفاوت بود است. البته اینو بگم ها، معیارهای هست که اون دوره هم بود، هنوزم هست. همون دوره هم مثلا نیرون وقتی برای تفریح آدم کشی میکرد، تاریخ نگارا و مردم میگفتن یعنی اون کار غیر اخلاقی میشه مردن، یعنی این براشون پسندیده نبود یا خیلی از رفتارهای دیگر باشه. ولی به هر حال برخی از رفتار به نظر میرسه، مثلا یه نمونه بارزش همین داستان بحث تعدد زوجات یا مناسبات جنسی و ارتباطات جنسی است که به تدریج معنای خودش رو عوض میکنه و متفاوت میشه و به این شکل. خب عرضم به خدمتون، فکر میکنم تا اینجا اگر موافق باشید کفایت میکنه. من اخلاق تو اینجا تا اینجا توی این داستان دوره ها هستیم. من یه سوالی بپرسم، یه جایی فروید میگه که وقتی ما وارد عصر کشاورزی شدیم و بعدش وارد عصر مدرن شدیم، فشارهایی که عصر کشاورزی به لحاظ باید و نباید ها بر ما آورد، بر جسم ما آورد، بر فیزیولوژی ما و روان ما آورد و در عصر مدرن این باید نباید ها خیلی بیشتر شدن، اینها در واقع موجب به هم ریختگی روان ما شده و فشار روحی، روانی، استرس، تمام اینها به خاطر این هست که جسم و روان فیزیولوژی که آن موجودی که مال عصر شکارچی گردآورنده بوده با این سطح از فشار و باید نباید ها هماهنگ نبوده، که نیچه هم یه اشاراتی به این داره. در واقع این باید و نباید ها این اخلاق هایی هستن که شما اشاره کردین که دارن عوض میشن. ولی تو این دوران آیا میتونیم بگیم که دیگه
ژن‌ها آنچنان در دوران کشاورزی و در دوران پسا کشاورزی مدرن و امروز دیگه آنچنان ژن‌ها تعیین کننده اخلاقیات نیستن و بیشتر مم‌ها هستن که دارن دستورات اخلاقی جدیدی دارن وضع میکنن و ممکنه این دستورات اخلاقی با اون ذات ژن‌ها و بیولوژی و فیزیولوژی ما تطابق کاملی هم نداره و به خاطر همین این چالش‌ها، دوراهی‌های اخلاقی، فشارهای روانی به خاطر اینها به وجود میاد. یعنی این الان تو این نظریه تکاملیه چون به نظر میاد که آنچنان نیست که ژن‌ها دیگه خیلی کاری هستن در هم عصر کشاورزی هم در مدرن. چون اینو باید کاملا درسته، یعنی توضیح کاملا درستی بود و اتفاقی که میفته ببینید اولا که خب اون مم‌ها مقاومت میکنن ببین ما چون تو دوره گذار هستیم خب اون مم قبلی به راحتی اثر خالی نمیکنه. من یه مم جدید هم عرضه شده ولی اون سعی میکنه که رقابت کنه، سعی میکنه خودشو همچنان حفظ بکنه. و ضمن این که ببینید زندگی مثلا ما تو دوره زندگی میکنیم که هنوز مثلا تو برید به روستاها هنوز زندگی ها کشاورزیه، بعد از طرفی طرف مثلا ماهواره داره با ارزش های مدرن هم آشنا داره میشه. یعنی دنیای پیچیده‌ای داریم که این هجوم و حمله انواع مم‌های متضاد و اینها وجود داره، ایده‌های مختلف اخلاقی، ارزش‌های مختلف در حال نبرد هستند. یعنی مثل اون زمانی میمونه که وقتی که حالا باز مثال فیزیکیشو بزنیم مثلا یه آتش فشانی میشد و اون محیط زیست اطراف عوض میشد، یه دوره طول میکشید تا اون حیوانات دوباره وفق بدن خودشون و بعضیشون منقرض بشن، یه عده‌ای اثبات کنن ما بقا داریم. تو اون دوره آشوب همچنان یک تشنجی وجود داشت. الان دوره‌ای که ما به سر میبریم به نظر میسه که چنان دوره ایست چون هنوز دوره گذاره و هنوز از زندگی کشاورزی ارزش‌های کشاورزی خارج نشدیم، هنوز کاملا وارد این دنیا نشدیم. و نکته دیگر این که ببینید هرچی اینها قدمت بیشتری داشته باشند توی همون ژن‌های ما هم نفوذ بیشتری کردن، یا حتی خود اون مم‌ها اون دیرینه بودنشون اونها رو یه جورای مستحکم‌تر میکنه. توی تقسیم بندی مثالی میگن اگه زندگی بشر رو از زمان شکار تا الان بگیم 100 سال در نظر بگیریم، 90 سالش تو دوره شکار بوده، 8 سالش مثلا تو دوره الان 2 سال ما وارد دوره مدرن شدیم و بنابراین شما خیلی راحت نباشید. هنوز که هنوز ما به محض اینکه اتفاق بیفته اون خشونت از دل ما میزنه بیرون، اون خشونتی که مثلا ریشه دوره شکار بوده اصلا و غیره. به هر حال ببینید کاملا موافقم با توضیح شما هم. و ببینید این اخلاق توصیفی تکاملی تقریبا به این موضوعات میپردازه و از توفیق بین اون دو تا بعدی هم که میخوام بگم این از بیشترین توفیق برخوردار بوده و تونسته خیلی مثلا به هر حال مطرح بشه و مد نظر قرار بگیره چون خیلی توضیحات جالبی دادهش. اما وارد اخلاق تکاملی هنجاری بخوایم بشیم یا نورماتیو اتیکس، این یکی هم در حقیقت ابداعش رو میتونیم بگیم از هربرت اسپنسر هم دوره داروین شروع شد که میومد در حقیقت دستورالعمل در می آورد و میگفتش که ببین تکامل میگه که قوی میماند و ضعیف میرود، پس قوی ارزشه، ضعیف ضد ارزشه. این داستان رو خیلی ها دنبال میکنن مثلا آرتور کیث که اصلا میگه جنگ رو چرا شما دشمنی میکنید با جنگ، میگه مثلا صلح بیاوریم به جهان و اینا. میگه اونایی که دنبال صلح آوردن به جهان هستن و دعوت به صلح میکنن انگار درخواست عقبگرد عالم رو دارن و اتفاقا اون جنگه که بهترین روشه که هرچی قوی تر بماند و هرچی ضعیفتر از بین برود، بذارید جنگ کنن تا و همون در حقیقت روش طبیعی داستان ادامه پیدا بکنه.
خب نازی ها در آلمان از این خیلی استقبال کردند و به حقیقت نژاد های پست میگفتن باید از بین برن، حتی بیماران کسانی که دارای معلولیت هستند، ضعیف هستند، باید از بین برن. و جالب اینجاست که تو جهان اسلام هم برخی طرفدارانی پیدا کرده بودند، یعنی کسانی که میگفتن که حالا اگر از بین نمیبریم مثلا جلوی ازدواج افراد ضعیفتر یا دارای معلولیت و اینها باید گرفته بشه که اینا نسلشون تکثیر نشه. و یا حتی توی خلاصه تفکر سنتی تر بعضی از جهان اسلام داشتیم که حق با اونیه که پیروزه، الحق لمن غلب، یعنی حق و هر که پیروز شد حقم مال اونه، ارزشمندی هم مال اونه. خب اما ببینید، خب اینا میبینید یه ذره همین اول که مثلا اسم اینا میاد میبینیم که نه، این ایده خیلی نمیتونه اخلاقی باشه و متناسب باشه. این توضیح همین ابتدا من بدم که اینها صرفا تنها مدل های اخلاق تکاملی هنجاری نیستن، ما مدل های دیگری هم داریم. مثلا حتی لیبرال ها هم میان میگن اقتصاد بازار بر اساس نظریه تکامله، این شو تو باید اتفاقا بازار رو آزاد بذاری تا تو این رقابت اقتصادی، اینجا دیگه رقابت فیزیکی و خشم و خشونت، ولی بذار اون کسی که میتونه کارآفرین باشه، میتونه ثروت آفرین باشه، پولساز باشه، بذار اتفاقا بی حد و مرز کار خودش رو ببره، و اون کسی که نمیتونه تو این بازار واقعا تولیدی داشته باشه، خب بذار این چرخه له بشه، یعنی خیلی بهش اهمیتی نده. به هر حال این مدل اخلاق ها هم داریم. و خب یه مقدار ملایم ترش مثل جولیان هاکسلی هستش که میگفتش که ببینید، ما بایستی دین من میگفت انسانیته و به یک سمت و سوی زیست شناسانه معطوف به بقای نوع بشر، میگفتش که اگر ما بیایم این دامنه رو گسترش بدیم به نوع بشر و بگیم که ما باید برای بقای این بشر دفاع کنیم، اون وقت میتونیم از ارزشی به نام صلح هم دفاع بکنیم. یعنی مثلا اون کسی که میگفت آقا بذار جنگ کنن، یا مثلا نگاه نازی ها دنبال دفع در حقیقت یه جور در حقیقت یه جور ضد اخلاق از دلش میزد بیرون، چون شما میتونستید انسانهای دیگری رو بکشید. اما جولیان هاکسلی میگه نه، میتونی اینجوری تعریف بکنی که نوع بشر رو تو وظیفه داری، وظیفه اخلاقی داری برای حمایتش بکوشی، و برای من از دل اخلاق تکاملی تو شما یه مدل به هر حال مهربانه تر یا حداقل ضد اخلاقی نیست، اخلاقی هست هم، اخلاقی باشد هم میتوانید بیرون بیاورید. اما و خب نکته بعدی ادوارد ویلسون هست که اسمشو بردم، که در حقیقت دنبال اخلاق و محیط زیست از همین داستان هست و این دامنه رو گسترش بیشتری میده در حقیقت، و میگه که خب کل محیط زیست رو ما بایستی برای بقاش بکوشیم. ببینید یعنی در حقیقت شما بستگی داره که توی همون اخلاق دوره ها که توضیح میدادیم، درسته که گفتیم برخی ارزش ها تو دوره های مختلف تفاوت میکنن، تغییر میکنن، اما یه جوهره اصلی از نظر اخلاق تکاملی باقی میماند و اون جوهره اصلی مثل حفظ بقاست، یا یه قواعد اخلاقی مثل همون گلدن رول یا قاعده طلایی اخلاقی، آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگران نپسند، چون به این مثلا ضمانت بقا کمک میکنه. این همه تو همه دوره ها مورد تایید بوده، یعنی از زرتشت و مثلا کریشنا گرفته تا اکنون تا همه ادیان این اصل مورد قبولشون بوده و هستش، هنوزم میشه ازش دفاع کرد، برای اینکه تونسته در حقیقت به این بقای نوع کمک کنه. منتها یه زمانی شما گروه بندی خودت رو آنچنان محدود میگیری که مثلا میگی ملیت من، اول قبیله من، یا بعد میگی ملیت من، یا بعد میگی که مثلا دین من، خب بعد اون وقت دین دیگری رو خصم خودت میپنداری و برای بقای دین خودت بعد طرفداران اون دین رو، یعنی دارالایمان میشه و دارالحرب، هر کی تو هر کی در این دایره نیست تو دایره دشمنه و باید بجنگی باش. اما اگه نگاه تو وسعت ببخشی، تو وارد داستانی میشوی که میگی که نوع بشر رو، و حتی این داستان اگر وسعت بیشتر بپذیری میگی محیط زیست، یعنی من بخشی از این محیط زیستم، این طبیعت مادر منه و من بایستی از این طبیعت محافظت کنم. یه جمله داره زرتشت خیلی زیباست، حالا نمیدونم سندیتش رو چک نکردم، این درخت برادر انسان است. یعنی اگر شما چون این نگاهی داشته باشید، خب بعد اون وقتی که میتوانید یک اخلاق محیط زیستی هم حتی عرضه بکنید. اما
به این اخلاق تکاملی هنجاری حمله های جدی و انتقادات جدی وارد شده. یکیش توماس هنری هاکسلی هست که همین جد یا پدر بزرگ جولیان هاکسلی هست که خودش اتفاقا همکار و دوست داروین بوده و یعنی در حقیقت هم عقیده با داروین بوده، اما با بخش اخلاق تکاملی، اخلاق زیستشناسی تکامل رو، خود زیستشناسی تکاملی رو قبول داشت اما با اخلاق تکاملی مشکل داشت و میگفتش ببینید ما معنای اصلح رو، یعنی در حقیقت در مقابل هربرت اسپنسر جبهه‌گیری میکنه، میگه معنای قوی رو ما که میگیم قوی تر میماند غلط معنا میکنیم، اصلح رو غلط معنا میکنیم و این مقدمه پنهان و مشکوک اون اخلاق تکاملی هنجاریه که میتونه به نازیسم منجر بشه، میتونه به جنگ طلبی منجر بشه. میگه شما تکامل رو در حقیقت بالنده، پیشرونده، پروگرسیو و افزون کننده ارزش تلقی میکنید. این اشتباهه، لزومن چنین نیست. ببینید توی بعد از تغییر و تحولات اون کسی باقی میماند که مناسبتره، صرفا این مناسبتر لزومن ارزشمند از ارزشمندی نیست. و دوتا مثال میشه زد، میگه اگر شما یک شیر و یک انسان رو تو قفس بندازید، شیر انسان رو میخوره، قوی تر بوده، پس آیا شیر قوی تره؟ ولی اگر یک شیر رو تنهایی بندازید تو قفس، از گرسنگی میمیره، غذا ندید بهش، ولی یک انسان رو تنهایی بندازید قفس، احتمالا یه راهی برای فرار پیدا میکنه. خب شما با چه ملاک و معیاری میخواد بگید که کدوم ارزشمندتره؟ خب ببینید، حالا به عنوان یه احتمال میگم، خیلی‌ها میگن اگه جنگ هسته‌ای اتفاق بیفته که امیدواریم اتفاق نیفته و مثلا بشر نابود بشه، مثلا حشرات یا سوسکا و فلان مقاوم هستن نسبت به تشعشعات، یعنی شاید اساسا میراثدار زمین حشرات باشن، یه زمانی باشه اونا باشن ما نباشیم، پس اونا آیا ارزشمندتر از ما هن؟ نه، اونا تونستن تناسب پیدا کنن. همین داستان در مورد گرمایش یا سرمایشه، اگر زمین گرمتر بشود برخی موجودات از بین میروند، این دلیل بیارزشی اونا نیست، چرا کما که اگه سردتر شود یه موجودات دیگه امکان داره بین برن، فقط و فقط یه تغییر فارغ از ارزش گذاری. و بنابراین ما نمیتوانیم چون این حکمی بکنیم که بگیم پس همان که مانده ارزشمندتره و آن که قوی تره حق داره حالا بره زن و ضعفا رو حمله بکنه، بکشه، جلوی ازدواجشون رو بگیره و یعنی چون این اخلاقی رو به نظر میرسه که بایستی باش مقابله کرد. دومین نفری که با اخلاق تکاملی هنجاری مقابله میکنه هیوم هستش که اون مغالطه معروف استنتاج است از باید، باید از است رو مطرح میکنه و میگه ببینید من خیلی از اندیشمندان و متفکران مثلا این حملهش دو جنبه داره، یکی در حقیقت به برخی از متفکران دینی است و یکی هم به این بحث اخلاق تکاملی هنجاری برمیگرده. میگه این طرف خیلی وقت زیادی صرف میکنه که مثلا وجود خدا رو اثبات بکنه، بعد یه دفعه میجهه و با یک جهش شگفت انگیز و ناموجه و نامعقولی یه دفعه میگه خب پس برو روزه بگیر، نماز بخون. میگه ای با تو هنوز پلهای نبسته‌ای وجود داره، تو از کجا اون از اون است، از اون خدای هست این باید رو استنتاج کردی برام؟ همینطور در اخلاق تکاملی گیرم که قوی ترها میمانن، یعنی طبیعت چنین است که مناسب ترها رو سیو میکنن، اما آیا من میتونم از این اصل اخلاقی در بیارم که خب پس به ضعفا، به اون کسی که بیماری داره مثلا اهمیت ندهیم؟ اساسا آیا میتوان از یه واقعه پدیده زیستشناسی شما اصل اخلاقی در بیاری؟ یه مثال جالب بزنم که راحت تر این موضوع هست بشه. ببینید مثلا خب میگن که برخی ها البته این اصطلاح رو دارن دیگه، میگه که ببین مردها مثلا تنوع طلبند، بنابراین حق دارن تعدد زوجات داشته باشن، یا مثلا یه مرد توانایی باردار کردن چندین زن رو همزمان داره ولی یک زن نه، یک زن در یک سال یه بچه میتونه بیاره ولی یک مرد در یک سال میتونه مثلا این تا بچه داشته باشه. آیا از این هست، از این پدیده طبیعی من میتونم یه باید اخلاقی در بیارم بگم پس باید یا مردان مجازن تعدد زوجات داشته باشن هر چقدر میتونن؟ مثلا اینجاست که هیوم میگه نه، شما برای، نمیگه لزوم نمیتوانید، میگه اگه میخوای از این است پل بزنی به اون باید،
باید این روند معقول و موجهی رو طی کنی، به همون اندازه زمان بذاری، به فلسفی تعقل به ورزی، دلیل بیاری، موجه کنی که این کار تو بتونیم توجیه پیدا بکنه. خیلی ها این کار نمی کنن و صرفا از هست نقد میزنند یا جهش میکنند یا پرتاب میکنند خودشون رو به بایدها که اینها بخش زیادشون نامعقوله و نیاز به توضیح بیشتری وجود داره. جانم الان چون که یکی دو دقیقه بیشتر نمونده که این یک ساعت تموم بشه، من میخواستم که هم که یه جمع‌بندی کنم که الان در مورد اخلاق هنجاری داریم صحبت میکنیم و در مورد توضیحات اضافهش رو الان این لایو رو سیف میکنم و دوباره یه دونه دیگه میذاریم و توی اون گفتگوی بعدی هم در مورد اخلاق هنجاری و نقداش صحبت میکنیم و سومین روی کرد نسبت به اخلاق و در نهایت هم نقد کلی که به اخلاق تکاملی ممکنه وجود داشته باشه و تضاد اخلاق تکاملی و اخلاقهای گونه های دیگری، چه اخلاق دینی، چه اخلاق کانتی، چه گونه های دیگر اخلاقی توی اون یک ساعت دوم گفتگو میکنیم. اگه اجازه من این رو سیف کنم دو دقیقه دیگه دوباره لایف بذارم و ادامه داستان رو هم دیگه ده. با سلام خدمت دوستان عزیز، بخش دوم گفتگوی من با دکتر حسین محمودی در مورد اخلاق تکاملی هست. توی بخش اول گفتگو به دو رویکرد در مورد اخلاق تکاملی پرداختیم که رابطه این دو رویکرد رو با نوع اخلاق بررسی کردیم و تلاش میکنیم که توی این بخش دوم بخش دیگری از نگاه به اخلاق تکاملی رو بررسی کنیم. آیه دکتر محمودی صدا و تصویر من دارید؟ صداتون دارم ولی دوباره تصویرتون ندارم. بذارید دوباره عدتون کنم. در این بخش دوم تلاش میکنم که بیشتر به نوع رابطه اخلاق تکاملی و دیگر گونه های اخلاق بپردازم. سلام آقای دکتر. سلام و درود بر شما. دوباره شو که من الان خوبه؟ در خدمتون باشم. خواهش میکنم. در مورد گونه سوم، رویکرد سوم نسبت به اخلاق تکاملی می‌خواستید که بفرمایید. اخلاق تکاملی هنجاری رو نقدها رو میگفتیم، اینو من تمام بکنم بحثم رو. خب نقد هیوم رو هم گفتیم، جی ای مور هم فیلسوف قرن 20 در کتاب اصول یا مبادی اخلاقش نقدهایی داره بر همین اخلاق هنجاری تکاملی و البته بر بحث فرا اخلاق تکاملی که من دیگه حالا چون همپوشانی داره و بیشتر اتفاقا متوجه بر فرا اخلاق تکاملی است بحث مور، بحث هیوم بیشتر به اخلاق هنجاری برمیگرده، بحث مور بیشتر به اخلاق فرا اخلاق. بنابراین اینو در اونجا من مطرح خواهم کرد. اما ببینید انتقادهای دیگری هم وارد میشه به اخلاق هنجاری تکاملی، از جمله این که اگر چنانچه ما بخواهیم از دل اخلاق ببخشید از دل تکامل، نظری تکامل اخلاق استنتاج کنیم، همچنان نه تنها مثلا چیزهایی مثلا سقط جنین و همجنسگرایی غیره رو بایستی توی دامنه غیر اخلاقی یا جای بدهیم، حالا اینا به جای خود، حتی مثلا پیشگیری از باروری یا مثلا جراحی های مثل توبکتومی، وازکتومی یا هر گونه عملی برای پیشگیری از بارداری باید غیر اخلاقی قلمداد بکنیم. یعنی این دامنه و کلن مثلا میتوانیم بریم سراغ اون ایده مثلا که در برخی ادیان هم مثلا
تا حدی در یهودیت بوده و غیره، که اساساً عمل جنسی فقط با هدف مثلا تولید مثل که مجازه یا اخلاقی، غیر از اون باشه مثلا غیر اخلاقی میشه. اگه بخوایم اونجوری اخلاق، یعنی اخلاق هنجاری در بیاریم از تو تکامل، بایستی به هر حال بپذیریم که، یعنی مواجه بشیم که یه همچین قواعدی هم ممکنه از دلش در بیاد، و بنابراین این هم یه انتقادی است که به اخلاق هنجاری تکاملی وارد هست. اما سومین حوزه اخلاق تکاملی میتونه فرا اخلاق تکاملی باشه، که گفتیم در فرا اخلاق بحث از این میشه که اساساً خوبی چیست. ببینید در نگاه های مثلا وظیفه انگارانه یا در خیلی از نگاه های به خصوص در این، خوبی ذاتی بود، یعنی یک خوبی رو شما دیگه فرو نمی کاستید به صفت دیگری، یا در برخی نگاه های دینی، برخی تفسیرهای دینی، لزوماً نه همه، در برخی نگاه های در حیات خوبی وضعی بود، وضع خداوند بود. یعنی اونهایی که مثلا اشاعره یا برخی عرفا یا به هر حال برخی دیگر که معتقد به نظریه امر الهی هستند، اونها معتقدند که مثلا کشتن بده یا دروغ بده به خاطر چی بده؟ نه چون ذاتن بده این کار، چون خدا امر کرده است بده بده. اگه خدا میگفتش که اتفاقا کشتن خوبه، خوب شده بود. یعنی اون تئوری هایی که به اون نظریه داستایفسکی از بیان میکنه که اگر خدا نبود همه چیز مجازه است، اگه خدا نباشه همه چیز مجازه است، اون تئوری هاییه که میگه که خدا اینا رو تعیین کرده، اگه نبود که اساسا خوبی و بدی وجود نداشت. اما در مقابل خب نظریه های کانتی هستند، وظیفه گرایانی هستند، که معتقد به ذاتی بودن این ویژگی ها و این صفات هستند، این اصطلاحات، و میگه نه، خوبی خوبه چون خوبه، کشتن بده چون بده، بخشندگی، از خودگذشتگی خوبه چون خوبه، ذات این عمل خوب. در نگاه دیگری خب فایده گرایان، نهضت دیگه، الان فرصت نیست من همه این نهضت های یا به هر حال نهله های مکاتب اخلاقی رو توضیح بدم، دوستان آشنا هستن میتونن مراجعه کنن. به هر حال در نهله فایده گرایی که از با جرمی بنتام و جان استوارت میل و اینها آغاز شده، خوبی تعریف میشه به لذت و بدی تعریف میشه یا تحویل میشه به رنج، و بنابراین میگه که کار خوب بیشترین لذت برای بیشترین افراده و کار بد بیشترین رنج برای بیشترین افراده. و برای اخلاق، اخلاقی زیستن یعنی تو سعی کنی جوری زندگی کنی، جوری عمل کنی که بیشترین خیر رو برای بیشترین انسان ها هم به همراه داشته باشه و از رنج اونها بکاهه و کمترین رنج رو براشون به همراه داشته باشه. خب در اخلاق، در فرا اخلاق تکاملی، ادهی به دنبال این میرن، از جمله خود داروین به نظر میرسه و برخی دیگر، این تعریف فایده گرایان رو قبول میکنن و میگن با همون لذت و، چون این در حقیقت لذت و رنج قابل فروکاستن به بیولوژیک و در حقیقت مسائل زیستی و طبیعی هستش، برای این چون خیلی براشون قابل استفاده است به اون سوری میاد. اما برخی دیگر از کسانی که به اخلاق تکاملی باور دارند، در حقیقت به عاطفه انگاری اخلاقی روی میارند. اساسا میگه که ببینید، شناختگرایی یا واقع‌گرایی اخلاقی که معتقد بود خوبی یک وجود عینیست در عالم، یعنی در حقیقت یه امر واقعه، اما در مقابل عاطفه گرایان مثل آیر میگن که سخن گفتن از خوبی و بدی فقط احساس گوینده است و بیانگر احساسات و عواطف اونه، مثل آه کشیدن میمونه، مثل خندیدن میمونه و در حقیقت تمایلات ما رو نشون میده. بهش بعضی این نظریه، حالا به نقد بوده یا برای توضیح بیشترش بوده، میگن نظریه اه اه و به به، یعنی شما یه چیزی رو یا خوشت میاد میگی به به، یا بدت میاد میگی اه اه. اخلاق در همین حد، حالا اسم خوب میذاری، اسم با کلاس میذاری روش و غیره، چون این نیست در حقیقت، اینها چون ارجاع به امر واقع در عالم خارج ندارن. برخی از فرا اخلاق گرایان تکاملی در حقیقت این دیدگاه دوم رو انتخاب میکنن، گروه اول مثل فایده گرایان شدن، گروه دوم مثل عاطفه گرایان میشن.
اما خب به هر حال عموم خیلی هاشون به هر حال دنبال احکام در حقیقت میگن که اخلاق طبیعی یا اخلاق تکاملی میگه که احکام اخلاقی مستقیما در طبیعت انسان ها بوده و ما از تو طبیعت ما رشد پیدا کرده و یه امر واقع بوده. بنابراین خیلی تن به اون عاطفه گرایی اخلاقی به نظر میرسه که نمیدهند، یعنی وقتی که تو طبیعت انسان قابل اکتشاف هم هست دیگه، و بنابراین تفاوت قائل میشوند به این داستان. خب نقد مور رو که گفتم در اونجا، مور مغالطه طبیعت گرایانش یا نشرالیستیک فلسی رو که عنوان میکنه هم در مقابل اون اخلاق هنجاری، هم به خصوص اینجا نقدش مطرح میشه. میگه ببینید شما خیر رو با لذت میخوای یکی بگیری، در حالی که این خیر یک امر فی نفس است، به نوعی ذاتی خودش، قابل فروکاستن یا تحویل به یک امر دیگر نیست، یک امر بسیط و شما دیگه نمیتونید فرو بکاهید به یک امر دیگری و به امر دیگری تحویل بدهید، و بنابراین شما نمیتونید ارجاع بدید خوبی رو به کیفیات دیگری مثل کیفیات در حقیقت لذت و غیره، و اگر نه شما دچار اون مغالطه طبیعت گرایی شدید که در حقیقت میخواهید به از یک اصلی اون باید رو استنتاج بکنید. خب یه سری نقد ها، اگر اون دیدگاه فایده باورانه رو بپذیریم، یک سری نقد ها هم بر اونجا وارد میشه که این مدلی وارد میشه که قاعدتا به تبعش به اخلاق تکاملی هم میتونه وارد بشه. خب ببینید اگه اینجور باشه، ما مثلا میتونیم قرص های روانگردانی، قرص های آرام بخش مثلا تزریق کنیم تو آب شهری، همه مردم حالشون خوش بشه دیگه. اینا میتونه اخلاقی باشه؟ اگه خیر اکثریت، بیشترین لذت برای بیشترین افراد، خب بذار همه خوش باشن. این جور نقد ها مطرح میشه در مقابل فایده گرایی که باید در جای خودش بررسی بشه. یا حتی مثلا توجیه اعدام، مثلا تو توجیه اعدام میگن که درس عبرت بشه برای دیگران، یعنی فرد رو فدای جمع میکنن، و بنابراین خب یک کسی که وظیفه گرا هست مثل اخلاق کانتی داره که معتقد انسان نباید وسیله، نگاه وسیله‌ای بهش بشه، وگرنه خود اخلاق اینجا اصلا یه اتفاق غیر اخلاقی افتاده است، تو هر انسانی رو باید هدف ببینی، اینجا نمیتونه در حقیقت همراهی بکنه با نظریه های فایده گرانه که میگه ام نداره جان یک نفر رو قربانی بکن، بذار این جمع یاد بگیرن که مثلا یه جور دیگری زندگی بکنه. خب در مقابل این چالشی که تو فرا اخلاق تکاملی به وجود میاد، چند تا آدم خیلی مطرح و بزرگ، یکی ادوارد ویلسون، یکی جی ال مکی و یکی هم مایکل روس، که خب آدم های نامداری هستن، میان اصلا وارد این فاز میشن که میگه ببین ما اصلا هیچ ادعای مهمی تو فرا اخلاق نمیخوایم مطرح کنیم، ما موضع شکاکیت ناشناخت گرایانه اتخاذ میکنیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم اساسا اینکه مفهوم خوبی چه تعریفی داره، آیا بسیط، میشه فروکاست، یعنی در مقابل مور میگن این حرف، یا نمیشه فروکاست، یا اصلا تعریفش با لذت مثل فایده گرایان یکی هست یا نیست، اساسا بحث ما نیست. ما به شکاکیتی قائل هستیم، انگار نمیتوانید این بحث رو بیشتر پیش ببرید، و این یه امر توهمه. در حقیقت اخلاق تو بحث فرا اخلاق یک توهم جمعی بزرگه، و ولی ما باید اخلاقی باشیم، یعنی نتیجه نمیگن که نباید اخلاقی باشیم، برای اینکه ما یه موجودات اجتماعی هستیم و این به بقای ما کمک میکنه، اتفاقا باید اخلاقی باشیم، اما باید این رو هم بپذیریم که این یک توهم جمعی بزرگه و اساسا هیچ ما به ازای خارجی نداره، و یا اگرم داره در حقیقت برای ما شناختنی نیست و از حیطه دانش ما میتونه خارج باشه. این دیدگاهی بود که تو فرا اخلاق مطرح میکنه. اینجا در حقیقت این سه حوزه اخلاق رو من به اختصار، یعنی من دیگه به اختصار وقتی قرار بشه بحث رو مطرح کنیم بهتر از این نمیتونستم بگم، که هم اخلاق توصیفی تکاملی، هم اخلاق هنجاری تکاملی، و هم فرا اخلاق رو به اختصار میگم که چی هستش. چنان که گفتم و لازمه به نظرم یادآوری کنم، منطقا شما لزومی نداره از هر سه تا دفاع کنید، کما اینکه میگم اینا در حقیقت تو موضع سوم خیلی موضع جدی بعضیا نمیگیرن،
و میشه از دیدگاه اول دفاع کرد، از اخلاق توصیفی، اخلاق هنجاری رو نپذیرفت و غیره. اما به هر حال چون شما پرسش کردید از نسبتش با اخلاق دینی، باز هم من بخوام به اختصار بگم، چون ببینید اخلاق دینی هم خودش میتونه تنوع تفسیری رو در دل خودش داشته باشه دیگه. یعنی از نظریه امر الهی بگیرید شما که همون نظریه وضعی بودن اخلاق هست، تا نظریه هایی که به حسن و قبح ذاتی و فعلی اخلاق قائل هستن که خیلی نزدیک میشن مثلا به اخلاق شاید مثلا کانتی. ولی به هر حال در مجموع میتوان گفت که اخلاق تکاملی هرچند تو برخی احکام همپوشانی یا تطابق داره با اخلاق دینی، مثل نفی سخت جنین و خودکشی و همجنسگرایی و غیره، اما در مبنا اختلافهای خیلی جدی داره. من نمیخوام به نفع هیچ کدام جبهه گیری کنم، فقط دارم توصیف میکنم که اختلاف وجود داره. یعنی حتی تو همون اخلاق توصیفی تکاملی وقتی داره میگه که این اخلاق برآمده از خاصگاه این اخلاق، مولکول ها هستند، هورمون ها هستند، ژن ها هستند، حالا میم ها هستند و مسئول فرایند تکاملی هستند، بنابراین اخلاق یه چیزی نیست که یک شخصی مثلا رفته باشه بالای کوه و مثلا ده فرمان رو بهش در مکتوب داده باشن و آنگاه اخلاق آغاز شود. خب شما میدونید که حالا مثلا که مثلا دیگه کسی را نکش و غیره. ببینید اونم اولا که خب به لحاظ تاریخی هم شما پژوهش کنید میتونید ببینید که خب در الواح حمورابی هم بوده، زرتشت و بودا هم قبلا این حرفا رو گفته بودن و غیره. اما همین که آیا مثلا واقعا از یک زمانی با یک مثلا لطف الهی، با یک وحی الهی از آسمان آغاز شد و انسان فهمید که اخلاق چیست و میتوانم اخلاقی بزیم، یا نه این تو جنای ما بوده، این اتفاقا یک ویژگی طبیعی ما بوده تو مولکول ها و ژن ها و هورمون های ما که اتفاقا باعث شده ما باقی بمونیم و برای این به همین دلیل ما اخلاقی هستیم. خب این مبنا و منشأ و منبع اخلاق چی بوده میتونه اختلاف جدی بین دینداران و اخلاق گرایان تکاملی باشه که فکر میکنم دعوای کمی نیست. البته لزومن یه اخلاق گرای توصیفی تکاملی نفی نمیکنه نگاه دینی رو، او رو تبدیل به اسطوره میکنه. یعنی نمیگه که موسی نبوده، نرفته بالا کوه، میگه شاید بوده، میگه ولی ببین این یه اسطوره است برای تبیین بحث اخلاق، برای تحکیم بحث اخلاق، که در حقیقت توی قومی این رو مثلا بیشتر جا انداخته. چون ببینید این اخلاق ها به هر حال یه زمانی مفهوم سازی شد، این مفهوم های زمانی استحکام یافت و زمانی که استحکام میابد یه اسطوره ای انگار حالا یه ممی براش ساخته میشه و تو دل اون که بتونه اتفاقا قوی تر و محکم تر بقا پیدا کنه و ادامه پیدا بکنه. ولی دقیقا مدل نگاه اسطوره ای خواهد بود اگه بخواد نفیش نکنه. و همینطور نسبی شدن بخش عظیمی از اخلاق، یعنی وقتی من میام توضیح میدم که مثلا تو دوره شکار ارزش ها با دوره کشاورزی با دوره مدرن فرق میکنه، ما درست هسته مشترک اخلاقی همیشگی داریم و قواعد ممکنه همیشگی داشته باشیم، اما خیلی احکام، ببینید بین قواعد اخلاقی یا قوانین اخلاقی با احکام فرق میکنه. قواعد، قوانین که از توش استنباط می شود مثل اون گلدن رول، همیشه میتونن ثابت و همیشگی باشن، اما خود احکام بسته به موقعیت و شرایط میتونن عوض بشن و این میتونه نسبی بکنه احکام رو. و این نسبی شدن احکام باز چیزی است که به در حقیقت با مدل رویکرد دینی و اخلاق سازگاری نداره، چون در اونها روی کرد اینه که یه حکمی هست که این الالعبد دیگه برای همه دوره هاست، خدا رو یا حکم خدا رو نمیتوان محدود به دوره خاصی کرد، در حالی که با این مدل نگاه شما از یک دوره با یک شرایط زیستی و اجتماعی به دوره دیگری گام بنهید میتوانید به ارزش های متفاوت تری فکر بکنید، مفاهیم رو به نقد، مفاهیم اخلاقی گذشته رو به نقد بکشید و به مفاهیم نوینی فکر کنید و ارزش های نوینی فکر بکنید و اونها رو خلق بکنید. و بنابراین این هم باز میتونه چالش جدی با اون نگاه دینی داشته باشه که قابل تأمل هست. حالا دیگه داوری در بابش رو
میسپریم به دیگر. من این فکر کنم که حالا شما در مورد احکام صحبت کردیم، فکر میکنم در ریشه ها هم اخلاق تکاملی با ریشه هایی که به نظر میاد در اخلاق های دیگر مثلا کانتی یا دینی یه چیزایی فیکس دیده میشه یا به قول شما فرا اخلاق دیده میشه، با اونا هم مشکل داره. یعنی مثلا فرض کنید قانون این هست که راستگویی خوب است و دروغگویی بد است، ولی الان اخلاق تکاملی این حکم اخلاقیه، این حکم اخلاقیه. خب حالا ادامه بدید شما. این تکامل میگه که اصلا اگر ما بقا پیدا کردیم بر اساس دروغگویی بوده و اگر ما دروغ نمیگفتیم نمیتونستیم بقا پیدا کنیم، و این مثلا تو مثلا میمون ها وجود داره، تو شیرا وجود داره، تو خمه پستانداران وجود داره، تو فیلا وجود داره، و یه قسمت خیلی بزرگی از پروفرونتال ما که مثلا تو قسمت چپ مثلا تو این حوزه هست کارش اینه که دروغگویی رو پروسس کنه. تکامل پیدا کرده که دروغگویی رو پروسس کنه، چون دروغگویی امر خیلی پیچیده ایه. یعنی شما باید راست رو بدانید که چی هست، کانتکست راست گویی رو بدونید که چی هست و واقعیت چی هست، برای این یک داستانی درست کنید که آن داستان باورپذیر باشد و این را بگویید و بتونید پیش بینی هم بکنید که بعدش هم چه اتفاقی میفته و بعد تمام این حوزه هم به نفع شما باشه و حداقل به نفع کوتاه مدت شما باشه. و خب خیلی موضوع پیچیده ای دروغگویی به لحاظ فکری و منتالی و ذهنی، موضوع خیلی پیچیده ایه. ولی الان دارن میگن که اگر که میمون ها یا انسان ها دروغ نمی گفتن یا این سیستم دروغگویی رو نداشتن، اصلا امکان داشت که منقرض بشن. پس این دروغگویی مکانیزم بقا هست. تو یه جای اخلاق کانتی میاد میگه که دروغ نگید. الان این اخلاق تکاملی ها میگن مثل این میمونه که اگه دروغگویی رو از شما بگیرن، مثل این میمونه که یکی از مکانیزم های بقاتون از شما گرفتن. مثل اینکه گلبولای سفیدتون از شما بگیرن و بگن که برید مثلا با ویروس کرونا مقابله کنید و شما اینو ندارید. و اون فکت ها خیلی در واقع فکت های خیلی اصلی رو زیر سوال میبره و اینم خیلی بیولوژیک و علمی هست. و اصلا داستانش این هست که خب اگر که تو تکامل این قسمت پروفرونتال دروغگویی انقدر بزرگ شده و انقدر پیشرفت کرده، مثلا توی میمون هم وجود داره، این میمونا دو تا آوا دارن که یکی برای شیر به کار میره، یکی برای عقاب، که مثلا اگر که یه شیر میاد یکی از میمونا یه جیغی میزنه که یعنی مثلا شیر اومد و میمونا میرن بالای درخت، و یکی دیگه عقاب هست که اگه عقاب اومد مثلا میرن توی بوته. و الان اومدن مثلا یه کپه موز گذاشتن یه جایی و وقتی که میمونا حمله کردن به این، اون میمونایی که عقب‌تر بودن و ممکن بوده به این دسترسی نداشتن، به دروغ اومدن گفتن مثلا فرض کنید شیر، و اون میمونا فرار کردن رفتن بالای درخت و اون میمونایی که عقب‌تر بودن و دروغگو بودن اومدن و مثلا منابع غذایی رو به دست آوردن. خب و این خیلی دیده میشه تو ماکاکا، خیلی دیده میشه توی شامپانزه ها، خیلی دیده میشه تو گونه میمون ها، خیلی این دروغگویی وجود داره و تو گونه انسانی هم که میدونیم خیلی وجود داره. ولی این که این رو به عنوان یک مزیت تکاملی ببینیم یا به عنوان یک نقیصه‌ای ببینیم که ما باید باهاش مقابله کنیم و این باعث شرمساری و نقص بشر هست و ما باید راستی رو در پی بگیریم و راستی یک چیز ازلی است که آسمانی است و این مثبت است و دروغگویی بد است، دو تا نگاه خیلی متناقض با هم در ریشه هست که میتونه خیلی تاثیرات عمیقی تو داستان این نگاه به این اخلاق داشته باشه، که فکر میکنم نگاه حداقل نگاه کانتی رو خیلی باهاش سر تقابل داره. دقیقاً. نه کانت که میگه که راست بگو حتی اگر افلاک به هم بریزد. که وظیفه گرای خیلی جدی بود. ببینید البته خب بله این تحقیقات وجود داره، اینا که شما فرمودید، اما اینا در جهت توصیف اخلاق تکاملی توصیفی نیست، چون اخلاق تکاملی توصیفی داره میگه چرا راستگویی تبدیل شد به ارزش و دروغگویی تبدیل شد به ضد ارزش. و تو توضیح خودش، هر چند که ما حالا یعنی قبول میتونه بکنه که ما اون بخش رو هم داریم، توان فریبکاری رو هم داریم، اما میگه چرا راستگویی میشه فضیلت؟ برای اینکه ببینید
توی جوامعی که راستگویی بیشتری بوده، وقتی به اجتماع نگاه میکنی، آره شاید فرد من دروغگویی به فرد من سودی رسانده است، اما وقتی به اجتماع نگاه میکنیم این دروغ به گروه صدمه خواهد زد، و چون به گروه صدمه خواهد، گروه من رو ضعیفتر خواهد کرد، نوع من رو ضعیفتر خواهد کرد. اما راستگویی و صداقت کمک به شاید به ضرر شخصی من باشه، اما به نفع گروه من خواهد شد. و بنابراین وقتی ما از اون انتخاب طبیعی وارد انتخاب اجتماعی میشیم و ارزش‌های اجتماعی به وجود میاد، اون وقته که اون چیزهایی وارد حیطه اخلاق میشن و ارزش اخلاقی مثبت میشن که به بقای یک نوعی، یک گروهی در حقیقت کمک میکنن. بنابراین خیلی احتمال داره یک کسی که خیلی تکاملگرا هست و اخلاق تکاملی هم اعتقاد داره، علارغم اینکه خیلی مثلا علاقه به گوشتخاری داشته باشه، اما گیاهخوار بشه، برای اینکه بگه ببین من میدونم من بقای نوع انسان بسته به این مثلا حفظ این محیط زیسته و مثلا گوشتخواری ما انسان‌ها داره به صدمه میزنه، بنابراین من میرم انتخاب میکنم گیاهخوار میشم. یعنی یه جور تزکیه نفس، حالا هر چی اسمشو بذاریم، مقابله با نفسی اتخاذ میکنه، برای اینکه اون نگاهی رو داره که او رو سوق میده به سمت اینکه من به بقای جمع بیشتر فکر کنم. اصلا خود به بقای نوع فکر کردن یه مزیت رقابتی بوده که کاملا اخلاقی بوده که در انسان‌ها وجود داشته و کمک کرده به پیشبرد داستانشون. ولی خب به هر حال یه چیزایی هم هست دیگه، مثلا جالبه اون هراری هم تو ممکن انسان خردمند مثلا یه غیبت کردن، با اینکه حالا نگاه خیلی حالا خیلی وارد دیگه مثلا غیر اخلاقی محسوب میشه، میگه که تو ما چون غیبت می‌کردیم و خیلی شیرین بوده این کار، این سبزی خود درنا باعث میشه ما یه تبادل اطلاعات بکنیم و در حقیقت اطلاعاتمون در حقیقت جوامع همدیگر رو بیشتر بشناسیم، آدم ها رو بیشتر بشناسیم، تحلیل داشته ارتباطات معقولتری برقرار، سودمندتری برقرار کنیم، و باز انگار اون گروه اتفاقا قوی تر می شده برای این اساس. و بنابراین اون مدل به این سمت اینجا توی داستان اخلاق به نظر میاد که شاید اینو هم باید بشه اشاره بکنیم که این پکیج کاملی بشه، نگاه ماکیاولی‌وار به داستان اخلاق هست که خیلی از اخلاق تکاملی ها به نگاه ماکیاولی اتفاقا احترام میذارن و میگن که ماکیاولی شاید اخلاق تکاملی رو بهتر از همین فهمیده. یعنی که ماکیاولی میگفته که کجا بدونید که کجا راست میگید، کجا دروغ میگید و بسنجین این داستان رو، و این هست که شما هوشمندی دارین. و در این حال ماکیاولی یه جمله‌ای داره که میگه که شما سعی کنید که زیر دستان و افراد پایین جامعه رو سعی کنید این دورشون اشاره بدید که اینها راست بگن، در واقع یه جوری مثل این که اینها رو خلع سلاح کردید از دروغ گویی، ولی که اینکه خودتون تا میتونید دروغ بگید و از اون سلاح استفاده کنید، به عنوان یه سلاح این رو میدیده که اخلاق تکاملی هم این هست در واقع. یعنی یه جورایی طبقه، وقتی تو داستان این طبقه هم وارد میشیم، این طبقه حاکمه، طبقه ای که میخواهد بر طبقه دیگری حکمرانی کند، اون هم یه سری اخلاقیاتی رو در جامعه توسعه میدهد که اون اخلاقیات منجر به حکمرانی آن طبقه هم بشود. یعنی یه سری ممها هم اینجوری وارد این داستان اخلاق شدن که در واقع این هرم اجتماعی هم پایدار بمونه و یا حداقل یه گروهی بتونن اونجا بالای این هرم اجتماعی باشن و اونها مدعی یه سری اخلاقیاتی باشن که در واقع هرم پایدار بمونه، با اینکه ممکنه که به لحاظ فردی اون کار به بقای فرد بیشتر کمک بکنه، ولی که اینکه برای اینکه این هرم قدرت باقی بمونه در واقع توصیه میشه که شما اینطوری باشید، با اینکه ممکنه که با بیولوژی طرف هم جور نیست این کار و مثلا مکانیزمش هم در بدنش دیده شده، ولی گروه ازش میخواد که از اینا استفاده نکنه. اینم برای اینکه این مبحث کامل بشه، شما اگه نظرتون در مورد این نگاه ماکیاولی به اخلاق هم بگید. که خیلی نکته جالبی رو گفتی، من یادم نبود و ببینید اتفاقا خیلی جالبه، یعنی اهمیت کاری که ماکیاولی کرد تو بخش باز هنجاری نبود، تو بخش توصیفی بود. یعنی ببینید پیش از ماکیاولی همه میگفتند
که سیاست مثلا دولت مردان، سیاست مرداران، حاکمان، شاهان چگونه باید عمل کنند، که میگفتن عادل باشید، راستگو باشید، منصف باشید، حق مردم رو بدید و فلان. برای نخستین بار شاید یک نفر اومد توصیف کرد اینها چگونه عمل میکنند، حالا چگونه باید عمل کنند بماند، مال آلمان شهرها، مال سر توماس مور و دیگر، مال افلاطون. اونا میگوین که چگونه باید باشد، من میگویم چگونه هست. درست جمله بندیش داره میگه که مثلا برو این کارو بکن اینا، ولی داره در یه هشداری میده به خیلی از انسانهایی که اونو میتونن بخونن که این واقعیت اینه. پیش از اینکه ماکیاولی این حرفو بزنه، تو طول تاریخ اتفاقا همه شاهان، همه دولت مردان طبق همون قواعد داشتن عمل میکردن. به برای توصیفی ارائه میده از آنچه که داره واقعا اتفاق میفته، و برای این تو بخش اخلاق توصیفی که میتونیم ما اتفاقا نشان بدیم که برخی، دقیقا برمیگردم به سخن قبلی شما، برخی امکان داره رذایل مثلا دروغ گفتن یا چون این چیزهایی میتونه تو ویژگی های در حقیقت وصف شده از انسان ها نشان داده شد که انسان ها به این چیزها روی میآورند، هرچند به ظاهر اون رو نفی میکنن اما در عمل دارن ازش استفاده میکنن. و اینه که اتفاقا کار ماکیاولی رو ارزشمند میکنه که توصیف کرد آنچه را که هست، نه آنچه را که باید باشد، که همه پیش از او بهش میپرداختن، و این خیلی قابل اهمیت و حائز اهمیت و جالبش میکنه این ایده رو. بله، سپاسگزارم. قربونتون برم. نیست شما اگر که نکته دیگه به این پکیج اخلاق تکاملی میخواین اضافه کنید که من به نظرم دیگه اطاله کلام یه سوال اصلی بود. که در واقع تو این گفتگوهایی که من داشتم مطرح بود و خیلی از دوستان هم پرسیدن این هست که اگر ما به این داستان این که انسان یک ماشین بقا هست و ژن‌ها دارن برای بقاشون دارن تلاش میکنن و کار میکنن، اگه به این قائل باشیم، پس نتیجه آن این است که هر کاری جایزه، یعنی هر کار غیر اخلاقی رو میشه انجام داد. آیا این دوتا نتیجه این اصله، این بایده رو میاره؟ یه سوال اصلی، یه سوال اینه، اون حد سوال رو با هم میپرسم. یه سوال دیگه هم این هست که اگر که ما به تکامل باور داشته باشیم و فرض کنیم که اخلاق ریشه آسمانی نداره و ریشه زمینی داره، آیا این بی اخلاقی هست یا آیا مثلا در دل سکولاریته بی اخلاقی هست؟ سکولاریسم با بی اخلاقی با هم دیگه هستن. این دو تا سوال، دو سوال اساسی هست در حوزه قبوله، یعنی به نظرم یکی از مقاومت‌های درونی در مقابل این که در مقابل این داستان نظری تکامل و داستان ژن خودخواه و این داستان‌ها این هست که پس ما با حوزه اخلاق چه کنیم. اینا هم اگر شما یه توضیح اجمالی بدین، در کلیت گفتید، یه توضیح اجمالی دقیقا در مورد این سوال هم بدین ممنون میشم. ببینید، اولا که یعنی من به اون توضیحی که دادم برمیگردم و حالا نظر شخصی خودم رو هم اگه اجازه هست بگم. ببینید، توی اخلاق توصیفی تکاملی من به نظرم واقعا خیلی خوب توضیح داده شده و خیلی قابل تأمله، خیلی خیلی موجهه و میتواند مورد در حقیقت قبول واقع شود. اما تو حیطه اخلاق هنجاری خود من خیلی اخلاق هنجاری تکاملی رو نمیپذیرم و نمیپسندم. یعنی هرچند که میپذیریم که مثلا خیلی از این ارزش‌های اخلاقی محصول فرآیند تکامل یا به خصوص حس و داوری اخلاقی موجود انسانی حاصل تکامل بوده، اما اینکه حالا من بخوام از توی قواعد و قوانین زیستشناسی قانون اخلاق در بیارم، من باهاش همدلی ندارم. یعنی اینکه بیان بگیم که مثلا همون مثال هم که گفتم به ذهن من، به ذهن خودم رسید، بیان بگیم که مثلا پیشگیری از بارداری، جراحی های مثلا این همه مثلا ممنوع یا خطای اخلاقی به خاطر اینکه مثلا به تولید مثل نمی انجام، اینها رو من نمیتونم باهاشون همدلی و همفکری داشته باشم. به نظر من دیگه حالا این فرایند اخلاقی از هر جا به ما رسیده که از طبیعت قاعدتا میتونه رسیده باشه، اکنون ما این حرف خود داروین هم میزنه، میگه این زمانی که ما یه رشد عقلی پیدا کردیم که دیگه با این رشد عقلی اخلاق رو بارورتر کردیم، الان آنچه که اخلاق توصیفی میتونه نشون بده چرا ما موجودات اخلاقی هستیم،
اما برای اخلاق هنجاریمون، برای تدوین یک سیستم اخلاقی که باید و نباید به مردم بگیم و برای خودمون داشته باشیم، در حقیقت به نظر من بهترین سیستم، سیستم عقلانی است، گفتگوی عقل محوره و ما باید به اخلاقی با در حقیقت عمل بکنیم که وارد گفتگو بشیم، استدلال های عقلانی بکنیم. بنابراین اینجا من با ادوارد ویلسون که میگه که دیگه فرو باید خلاصه دیگه همه فلاسفه و اینا اخلاق و اینا رو تحویل زیست شناسا بدن جمع کنن برن، من یکم مخالفت میکنم، چون در حقیقت این توجه باید بکنیم خود این عقل و تمامی فرایندهاش محصول تکامل. آره ما باید ازش استفاده بکنیم، همونطور که در زیباشناسی، حالا شما مثالشو بزنید، من لزومن دیگه اگه بخوام یه موسیقی بسازم یا یک هنر مثلا ساختمان بسازم، نمیرم ببینم تو زیست شناسی مثلا درخت‌ها چه شکلی بودن که دقیقاً همون رو تقلید بکنم. نه دیگه، این توانایی تخیل به من داده شد، چیزی به نام موسیقی، نوت‌های موسیقی آفرین شد، دیگه لزوماً من رجوع به طبیعت نمی‌کنم، من میتونم خلاقیت ذهنی خودم رو بیافرینم. توی بحث اخلاقی هم همینطور، ما میتونیم استدلال عقلی بکنیم و قوانین اخلاقیمون رو تو هنجاری از عقل به دست بیاریم و بنابراین میتونیم بحث بکنیم که آیا تو دوره ما گفتگو بکنیم به چه دلایلی، و آیا مثلا استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری یا سخت جنین یا بقیه میتواند مجاز باشد یا نه، و نتیجه گفتگوهای ما میتواند احکام هنجاری اخلاقی رو به ما بدهد. و در پاسخ به اون نکتهتون، ببین لزومنم یعنی من با اون دیدگاه داستایفسکی که مخالفم که اگر خدا نباشد همه چیز مجاز است، و با این دیدگاهم که بگیم پس چون تکاملیه که اصلا از دلش بر نمیاد که همه چیز مجاز است، نه اتفاقا این اخلاق تکاملی توصیفی، توصیفی تکاملی به ما نشان میدهد که ما اتفاقا بقا یافته ایم، ماندگار شده ایم، چون انتخاب های اخلاقی داشتیم، چون حس همکاری و همیاری داشته ایم. و بنابراین به قول همین مایکل روس و ادوارد ویلسون و اینها، اتفاقا هرچند که ما نمیدونیم مبنیش این چیه، اما ما نیاز داریم به اخلاق زیستن، حتی اگر توهمه ما نیاز داریم به اخلاق زیستن، برای اینکه این به بقای جمعی همه ما کمک میکنه. حتی گفتم تو سطح جدی وسیعی مثل اون چیزی که هاکسلی میگه، جولیان هاکسلی میگه، در حقیقت ما بایستی به محیط زیست، حتی اخلاق محیط زیست هم پایبند باشیم و احترام بذاریم، برای اینکه بقای نوع ما به اون پایبنده. به هیچ عنوان من موافق نیستم که توی از دلش بی اخلاقی در میاد، و این احتمال رو میدهد که ما میتوانیم این امکان رو باز بکنه برای ما که خب پس حالا که مبنای الهی نداره، پس اساسا اخلاق وجود نداره. ضمن اینکه تو دل خوده، برای اینکه حالا این رو هم من باید به عنوان تتمه بحث اضافه کنم، تو دل خود متفکرین دینی هم از جمله در عالم اسلام، اون کسانی که به حسن و قبح ذاتی اخلاق قائل هستند، ذاتی و عقلی قائل هستند، معتقدند که حتی اگر خدایی هم نبود، حتی اگر خدایی هم نمی گفت، دینی هم نمی آمد، بازم اخلاق جای خودش بود، ما باید اخلاقی می زیستیم. آدم کشتن بده چون بده، ظلم بده چون بده، ظلم بد نیست چون خدا گفته ظلم نکن. خب بله، اون دیدگاه هم طرفدارانی داشت، اما این دیدگاه هم به هر حال تو دل حتی خود دینداران طرفداران جدی داره که اخلاق رو برای خودش یک استقلال مبنایی قائلند، و بنابراین حتی اگر خدایشون هم گرفته شود، اخلاق سر جای خودش میمونه. تو اخلاق دنیای جدید هم به همین شکل است، اتفاقا ابتنای بر خداوند پیدا نمیکنه. و جالب اینجاست که توی اخلاق کانتی اتفاقا این دینه و این خداست که ابتنای بر اخلاق پیدا میکنه، یعنی انتقاد هیوم رو کانت جدی میگیره و میگه من از خدا هست پس اخلاقی به زی نمیرسم، نمیگم چون خدا هست برو اخلاقی باش، خوب باش. کانت مسیر رو عوض میکنه، انقلاب کوپرنیکی در اخلاق میکنه، میگه چون تو وجدان اخلاقی داری درونت پس خدایی هست، یعنی از این سر داستان آغاز میکنه و اینقدر این وجدان اخلاقی رو محکم و استوار میدونه، یعنی خدا رو، ایده خدا رو به اون اندازه محکم و استوار نمیدونه که وجدان اخلاقی شو. اون جمله معروف پایان در حقیقت که روی سنگ قبرش میگن نوشتند که دو چیز همواره مرا به شگفتی واداشته است، آسمان پرستاره بالای سرم و وجدان اخلاقی درونم، خیلی اهمیت داشت دیگه. انسان ها وجدان اخلاقی رو درون خودشون احساس میکنن،
راستم میگه، میشه ازش حمایت کرد. همون مثالی که زدم، شما به یه بچه 2 ساله هم مثلا سر بستنی دادن اگر که عدالت نورزی، اون هنوز کلمه عدالت رو بلد نیست به زبان بیاره بنویسه، اما میفهمه، حس داوری اخلاقی و شکون در خودش رو نشان میدهد که من مورد بی‌عدالتی واقع شدم، و این نشان دهنده که این وجدان ما هست. حالا از طبیعت اومده، از تکامل اومده، یا خدا تو فطرت نهاده، اوناش هیچ فرقی نمیکنه تو این بحث. مهم اینه که چون این وجدانی در ما وجود داره، و چون این وجدان وجود داره، حالا چه اخلاق از تکامل رسیده باشه، چه از خدا رسیده باشه، ایناش دیگه فرقی نمیکنه. مهم اینه که من بایستی به این ندای وجدانی احترام بگذارم و اخلاقی زندگی بکنم. و بنابراین به نظر من این راهکار، اگر ما به دنبال این هستیم که در دنیای اخلاقی داشته باشیم، این راهکار کانتی، حالا از وظیفه گرایی کانتی من لزوما دفاع نمیکنم، اما از این بحثش دفاع میکنم که اخلاق رو ما ذاتی بدانیم. با انتقاد مور هم به اخلاق تکاملی، من از همین حس موافقم که خوب رو ما امر بسیط بدانیم، فرو نکاهیم به لذت و به چیزهای دیگر، و بنابراین این خودش میتونه استحکام خودش رو داشته باشه. حالا شما میخوای به دین معتقد باشی، میخوای نباش، به خدا معتقد باشی نباش، به تکامل معتقد باشی نباش، این اخلاق بنیاد خودش، بنیاد خودش رو داره، متکی به خودشه، و اتفاقا خیلی چیزای دیگه میتونه سوارش بشه. از نگاه کانت دین میتونه، انقدر اخلاق قویه که دین میتونه سوارش بشه. یعنی واسه همین میگه که مثلا از کانت در باب عبادیات و اینها میپرسن، مثلا میگه حالا خیلی اهمیتی هم نداره، همین هم که آدم خوبی باشه کفایت میکنه دیگه. یعنی اونها هم اگر تو رو به سمت اخلاقی زیستن سوق میدن خوبن، اگه نه اصلا بذارشون کنار. و بنابراین با اون نحوه استنتاج که اگه دین رو بگیری، اگه خدا رو بگیری، اگه بخواد مثلا تکامل اعتقاد بشه، پس دیگه آقا بی اخلاقی، پس بی دون همین، این استنتاج از اون استنتاجای عجولانه است که اون نکته هیومی درش لحاظ نشده. این جمله هیوم خیلی خیلی باید ما حک کنیم تو مغزامون که از پل نساخته رد نشیم، از یه ایده به ایده دیگر پلی باید برقرار بشه، و این پل باید معقول و موجه بشه. حالا چه از دین میخوایم به اخلاق به دین برسیم، از دین به اخلاق برسیم، و چه برعکس بخوایم مثلا از بیدینی به بیخدایی برسیم، ببخشید از بیدینی به بی اخلاقی برسیم، از بیدینی به بی اخلاقی هم پلی باید بسته بشه. آیا واقعا حرف داستانش درست بود که اگر خدا نباشه اخلاقا همه چیز مجاز است؟ کانت میگه نه، به هیچ عنوان چنین نیست. بنابراین میشه به این ایده های متفاوت و نظریه های بدیل و رقیب هم اندیشید. حالا این آنچه بود که به ذهن من رسید، نمیدونم به هر دو پرسش شما در حد توانم پاسخ گفتم یا نه. عالی، مثل همیشه عالی. خیلی ممنونم که کامل و جامع گفتگو کردین در مورد اخلاق تکاملی، و بازم خیلی ممنونم که وقت دادید به من که با هم گفتگو کنم. لطف دارید، بسیار سپاسگزارم. من هم از شما سپاسگزارم. مرسی، شبتون بخیر. ممنونم. شب بخیر.